رسانه‌های جمعی در ایالات متحده آمریکا گزارش داده‌اند که این کشور همزمان با ادامه رویارویی با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه اتمی تهران، طرح استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در 4 کشور خلیج فارس را سرعت می‌بخشد. گزارش رسانه‌ها همچنین از تقویت حضور نظامی نیروی دریایی آمریکا از طریق استقرار کشتی‌های قادر به سرنگون ساختن موشک حکایت دارد. شهر آراسته گزارش می‌دهد. گزارش‌ها همچنین حاکی است که آمریکا حضور دریایی خود در منطقه را با استفاده از کشتی‌های با توانایی حمله و خنثی‌سازی موشکی افزایش می‌دهد. بر اساس گفته‌های مقامات نظامی ایالات متحده، 4 کشوری که با استقرار سیستم ضد موشکی آمریکا موافقت کرده‌اند، عبارتند از قطر، کویت، امارات عربی متحده و بحرین. گفته می‌شود این اقدام بخشی از اقدامات گسترده‌تر دولت پرزیدنت اوباما در افزایش فشار بر دولت ایران است که کوشش برای دستیابی به سلاح اتمی را انکار می‌کند. روز جمعه هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده مصرن از چین خواست از تحریم‌های سخت‌تر علیه دولت تهران و سپاه پاسداران حمایت کند. خانم کلینتون گفت پکن در صورت عدم توجه به عواقب ناشی از یک ایران مسلح به سلاح اتمی با انزوای دیپلماتیک روبرو خواهد شد. دیوید پترایس، ژنرال ارشد آمریکایی که فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده را بر عهده دارد، در آغاز ماه جاری ایران را تهدیدی جدی خواند و افزود تسریع همکاری‌های دفاعی در منطقه شامل استقرار 8 موشک ضد موشک پیتریات است که در هر یک از 4 کشور حوزه خلیج فارس 2 آتشبار آنها مستقر خواهد شد. استقرار این سیستم بخشی از طرحی است که توسط دولت جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در فراهم ساختن دفاع موشکی برای کشورهای دوست عرب در منطقه بود که نسبت به تهدید از جانب ایران احساس نگرانی می‌کنند.